شفقت بر خلق خدا یعنی این که من به دلیلی به کسی حمله میکنم، تموم شد. یعنی رضا پهلوی، من اون روز تو اون برنامه ریسال اینو میخواستم بگم، تو برنامه ریسال گفتم من از دست جنوسی ناراحت نیست، باور کنید همین الان نسبت به هیچ کدومشون کینه ای ندارم. چرا؟ چون من اعتقاد دارم که اونها پول منو نگرفتن، درسته پولای منو گرفتن، زندگی، عمر، همه چیز منو گرفتن، ولی خدا خواسته که من تربیت اخلاقیشم. اگه خدا نمیخواست که اینا نمیتونن هیچ غلطی بکنن که. من خود ازشون ناراحت نیستم. اینجا بهش میگن شفقت با خلق خدا. یعنی من شخصا با رضا پهلوی مشکل ندارم، اما اگر ببینم سمت راست گوسپنده، سمت چپ پلنگ تیز دندان، سکوت من ستمکاری بود بر گوسپندان. حالا این مثال غلطه ولی مثال زدم، مناقشه نیست. شفقت به خلق خدا یعنی اگر من به دلیل از دست کسی ناراحتم بهش حمله میکنم، شفقت به خلق خدا نیست. اما من به خاطر عده‌ای مجبورم به این احمق رضا پهلوی حمله کنم. اگر رضا پهلوی از سیاست بره کنار، بره تو خونه بشه، من از کار باش ندارم. هر کوی آسمان امپراتوری پارت هواپیماشو به قول همینا که ببین میشونن، من هم میشونم، میشونمش، ویش میبرم اونجا، برای پیش دادگاه میگم آقا ایشون این کارا رو کرده. خانم فرد در جنگ عراق این همه مردم مردن به خاطر ایران، جنگ ایران و عراق، فرح مقصر، میبرم پیش دادگاه. و شفقت با خلق خدا یعنی حمله به رضا پهلوی بدون اینکه ناراحت بشی، بدون اینکه کینه‌ای داشته باشی، بدون اینکه تو دلت عقده‌ای داشته باشی، که من اینو دارم. به همین خاطر بهتون گفتم هر زمانی خانم فرح دیبا، آقای رضا پهلوی از سیاست برن کنار، نخوان بر گرده مردم سوار شن، من میرم دستشون رو بوس میکنم. همین الانم هم دستشون رو بوس میکنم. من اصلا با من کسی مشکلی نداره، من به کسی حمله نمی کنم برای اینکه با من هم به من حمله کنه، که اونا به من حمله کردن به شدت، هم فرش کردن، همشون کردن، همه این کار رو با ما کردن، همش ما رو سانسور کردن، اشکال نداره. بازم دستشون رو میبوسم.